برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای سید نادر آموزگار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تهران همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای آموزگار، دلیل رفتار دوگانه عربستان که از یک سو ادعای اصلاحات در کشور دارد و از سوی دیگر مسائلی نظیر افزایش گسترده ادامه در این کشور را در چه می‌بینید؟ سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان عزیزتون و تسلیت به مناسبت عاشورای حسینی. خسته نباشین. موضوعی رو که مورد بررسی قرار دادین اعدام‌ها در عربستان سعودی و نارضایتی که کلا در اونجا هستش، دو تا علت عمده میتونه داشته باشه. این اصلاحاتی که بن سلمان آغاز کرده شامل یک مقدار بیبندوباری از جمله نمایش‌های مد و نمایش‌های و فستیوال‌های موسیقی غیره از این که در جامعه نیمه سنتی عربستان سعودی مخالفانی داره طبیعتاً، و اعتراضاتی از یک بود در این جهت هست. اعتراضات دیگه نبود آزادی بیان و آزادی های اجتماعی هستش که طبیعتاً در جامعه تک صدایی عربستان وجود نداره. این هم یه سری ناراضی دیگه. بعد کسایی رو که اعدام میکنن، مثلا میبینیم یک معلم بازنشسته رو به جرم زدن 3 تا توییت اعدام کردن در اونجا، یا یه مربی ورزش رو به 11 سال زندان محکوم کردن. تعدادی از اعدامی ها از بین نظامی ها هستن که متهم به همکاری با اجنبی میشن، و به طور کلی دستگاه قضایی عربستان سعودی هم مثل دستگاه سیاسیش از شفافیت چندانی برخوردار نیست. به همین خاطر البته تو همین گزارش سازمان ملل هم می‌بینیم که عربستان بعد از چین و ایران میگن بالاترین آمار اعدام رو دارن، و نمیشه که ما بعضی جاها رو در واقع در نظر بگیریم، بعضی جاهای دیگر رو در نظر نگیریم. بله، سپاس از شما. این مشکل رو. سید نادر آموزگار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تهران.